اگرچه چین درخواست‌های های اتحادی اروپا برای توقف نقض حقوق بشر در این کشور را رد کرد اما اتحادیه نگرانی عمیق خود را در مورد آنچه که به عنوان یک وضعیت بسیار خطرناک توصیف کرد ابراز کرد همکارم در رابطه با نقض حقوق مسلمانان چین گزارشی تهیه نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می کنم اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد نگران وضعیت جدی حقوق بشر در چین به ویژه تبت، هنگ کنگ و مسلمانان در سینکیانگ است در ادامه این بیانیه آمده است این وضعیت خطرناک شامل کمپین سرکوب مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران در این کشور می باشد اتحادیه اروپا از چین خواست تا هرگونه نقض حقوق بشر را بررسی کند و نگرانی خود را در مورد موارد بازداشت غیرقانونی، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و بدرفتاری که تعداد زیادی از شهروندان در معرض آن قرار دارند، ابراز کرد. سال هاست که منطقه سینکیانگ تحت محاصره مقام های چینی برای هدف قرار دادن مسلمانان بوده مسلمانانی که در معرض بدترین اشکال ظلم، شکنجه و تخلفات شدید قرار گرفتند اتحادیه اروپا روز دوشنبه پس از بازدید حیاتی از اتحادیه اروپا از تبت و دیدار با مقام های چینی در هفته گذشته اعلام کرد که در مورد آنچه که وضعیت حقوق بشر بسیار جدی در چین به ویژه در سینکیانگ، تبت و هنگ کنگ خوانده شده نگران است. چین درخواست اتحادیه اروپا برای توقف نقض حقوق بشر را رد کرد و گفت که با استانداردهای دوگانه و مداخله در امور داخلی خود مخالف است. مقام های چینی در پاسخ گفتند که اتحادیه اروپا نباید به بهانه مسائل حقوق بشری در امور داخلی چین دخالت کند. لینجیان سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که چین مایل است با اتحادیه اروپا در این زمینه بر اساس برابری و احترام متقابل همکاری کند. برای صحبت بیشتر در خصوص آقای سید نادر آموزگار روزنامه و فعال سیاسی از تهران همراه ما هستند سلام وقتتون بخیر آقای آموزگار واقعیت آنچه که در چین از سوی دولت این کشور بر علیه مسلمانان در حال رخ دادن است چیست و آیا انکار این مسئله از سوی چین مطابق با حقیقت است؟ سلام و وقتتون به خیر, خیر به هیچ فرش منطق با حقیقت نیست این قضیه مسلمانان چین از زمان استالین متاسفانه شروع شد و سابقه طولانی داره دو بار جمهوری قورها ها جمهوری یک و دو تشکیل شد و با اتکاب قدرت زیادی که قدرت دولت مرکزی چین داره هر دو رو سرکوب کرد مسلمان ها یه اقلیت هستند در چین و از یک ملیت هم تشکیل نشدن ملیتای مختلفی هستن این و یک اقلیت دیگه. دو تا اقلیت امده شون هستن ولی ده اقلیت ده اقلیت دیگه مسلمان هم در اونجا هستش که همیشه تحت فشار بودن یکی از مشکلاتی که اینها دارن اختلافی که بین خود مسلمان هستش متاسفانه و مسئله دیگه سیاسی بازی که کشورها و دولت‌های مختلف از جمله دولت ایران، روسیه و ترکیه می‌کنند توی این قضیه. بله از شما سپاس گذارم و مطمئنم بیننده های گرامی هم مثل من از توضیحات شما استفاده کردند سید نادر آموزگار، روزنامنگار و فعال سیاسی از تهران